مارگارت و جوئل دوتا دوست بودند که تصمیم گرفتن مسافت طولانی رو به مدت شیش ماه پیاده روی کنن. اونا میخواستند طول جنگل های آپولیشن رو پیاده برن. اما خبر نداشتند که یه شکارچی پشت سرشون در حرکته. سلام من مرزیم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی. پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و یادتون نره که زنگوله کنارش رو هم فعال کنید که از ویدیو هامون با خبر بشید. قبل از اینکه برم سراغ ویدیوی امروز میخوام یه توضیح کوچولو بدم. اگر طرفدار پادکست باشید احتمالا ساعت صفر به گوشتون خورده یکی از دوستای ماست که مدت هاست پادکست تولید میکنه حالا سازنده ساعت صفر اومده یوتیوب و یک چنل یوتیوب زده که میره سراغ ماجراهای پیچیده و مرموز اتفاقات تاریخی اساتیر اگر به این ژانر علاقه دارید میتونید چنل ساعت صفر رو هم سابسکرایب کنید لینکش رو توی توضیحات زیر همین ویدیو گذاشتم میریم سراغ پرونده امروز پرونده ای اولین قتل در جنگل پر رفت و آمدی که توی ویدیوی قبلی دیدیم که چه بلایی سر یک زوج آورده بود. جنگلی که آدم ها برای تفریح میرن، آب و هوای خوبی داره، سرسبزه اما خب همیشه بستر اتفاقات ترسناک بوده. پرونده امروز ماجرای اولین قتل ثبت شده توی این جنگله. کسی نمیدونه که قبلا هم قتل اینجا اتفاق افتاده یا نه. اگر خیلی خوب اتفاق افتاده باشه ممکنه که یک جسد یک جایی از این جنگل پنهان باشه اما خب پرونده امروز اولین قتل ثبت شده است قراره بریم به دهه هفتاد امریکا سال 1974 و اولین شخصیتی که قرار راجبش صحبت بکنیم یک دختر 17 سال است به اسم مارگارت مکفادین هریت مارگارت خیلی دختر با استعدادی بود پدرش پزشک بود، مادرش پاتولوژیست بود، چهار تا بچه بودن از این بچههایی که رسما بچه مردمن دیگه از اینایی که همیشه خیلی خوب درس میخونن، همیشه اونا رو مثال میزنن. اونقدر خوب درس میخوند که تو سه سال دبیرستانش رو تموم کرد و تو 17 سالگی رفته بود کالج ثبت نام کرده بود. باهوش هوش بود، تمام وقتش رو لای کتابا میگذروند، خوب کتاب میخوند، اما در کنار همه اینها یک یکم ژانرش با مادر و پدرش متفاوت بود مادر و پدرش خیلی دوست داشتن که بچه هاشون هم برن سراغ رشته های مثل پزشکی دکتر بشن اما خب مارگارت خیلی علاقه داشت به فشن به مود اون سالها این زمان تازه هیپی ها دارن فرهنگشون خورده فرهنگشون داره رواج پیدا میکنه توی امریکا خیلی علاقه داشت به مد اینها لباس پوشیدن اینها سر زدن به لباس فروشی های قدیمی اما جدایی از این حرفها بچه بی بود خیلی خوب درس خونده بود مدرسه رو بی دردسر گذرونده بود بچه خیلی باهوشی بود توی مدرسه خیلی خوب عمل میکرد ارتباط خوبی با آدم ها داشت خیلی راحت دوست پیدا میکرد مارگارت همین زمان یعنی توی 17 سالگیش که میره کالج ثبت نام میکنه همزمان یک شغل پاره وقت هم توی یک رستوران ایتالیایی پیدا میکنه و اونجا هم شروع به کار میکنه اما خب خیلی نمیگذره که از جفت اینها یکم دلسرد میشه دیگه هم از کالج رفتن هم از کارش هم از مسیری که برای آیندهش ساخته بود و سال 1974 یک مسیر متفاوت بهش پیشنهاد میشه مسیر یک پیاده روی طولانی شش ماهه که پر از تجربه های تازه بوده این مسیر از طرف کی بهش پیشنهاد میشه؟ از طرف یک جوون لاغرندام موبلند عجیب و غریب به اسم جوئل پولسون جوئل یوجین پولسون متولد 26 آپریل 1948 بود توی هارتسویل کارولینای جنوبی به دنیا آمده بود یه 60 مایلی 96 کیلومتری با جایی که مارگاریت اونجا به دنیا آمده بود فاصله داشت سه تا بچه بودن بچه کوچیکتر بود پدرش جان و مادرش بانی پولسون بود پدرش اول به عنوان کارگر کارخونه کاغذ کار میکرد اما بعد یک مدتی رفت توی شغل جواهرسازی و از غذا مالیشون خیلی خوب شد خیلی بچه ها رو توی رفاه تربیت میکردن جدا از اینها خیلی پدر و مادرش معتقد به این بودن که بچه ها باید توی طبیعت بزرگ بشن باید برن اردوهای پیشاهنگی نباید وقتشون رو پای تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چیزها بگذرونن البته چیزی که داریم روش به بازی های کامپیوتری میگیم پیشرفتی که امروز داریم میبینیم نیست نسل اول بازی های کامپیوتریه که اون موقع تازه اومده بود اتفاقا تبش هم خیلی زیاد بوده بین بچه ها خیلی دلشون میخواست که بچه ها توی حیات بازی کنن بیرون خونه باشن برن اردو و خب بچه ها هم با این روش خوب کنار اومده بودن دیگه زندگی خیلی خوبی داشتن خیلی بچه های خوبی هم بودن اما همونطور که میدونیم زندگی بیرون خونه و بازی کردن تو کوچه برای خیلی از ماها نوستالژیه همین نوع زندگی باعث یک اتفاق بزرگ توی زندگی جوئل میشه یه روز مادر و پدرش خونه نبودن جوئل داشته بیرون توی محوطه خونه بازی میکرده از یک درختی میره بالا مثل اینکه میخواسته بره روی پشت بوم گاراژ خونه از اونجا سقوط میکنه و میفته زمین اینجا زندگیش برای همیشه دستخوش تغییر میشه جوئلی که بچه نرمالی بوده بچه عادی بوده بعد از این سقوط انگار که دچار مشکل میشه وقتی خانوادش میان خونه متوجه میشن که پسرشون یکم گیجه یکم عجیب و غریبه اما متوجه نمیشن که چه اتفاقی افتاده خودش هم دقیق به خاطر نمی آورده که چه اتفاقی براش افتاده اما وقتی این گیجی ادامه پیدا میکنه فردا میبرنش دکتر و خب دکتر تایید میکنه که یک ضربه ای به سرش خورده ضربه ای که بعدا همه زندگیش رو تغییر میده اینقدر این ضربه توی حواس جمعی و رفتارهای این پسر تاثیر میذاره که مجبور میشه یک دو سالی نره مدرسه و وقتی که بعد از این دو سال هم برمیگرده مدرسه هنوز از بچه ها عقب بوده یعنی سر کلاسی نشسته بوده که بچه ها دو سال ازش کوچیکتر بودن اما با این حساب نسبت به اونها عجیب و غریب بوده نسبت به اونها عقبتر بوده اما چیزی که در موردش وجود داشته اینه که بی نهایت مهربون و خوشقلب بوده. خواهرش در موردش میگه که جوئل بیش از اندازه ساده بود. این ساده بودن گاهی اوقات تنه میزد به ساده لوهی. اون نمیتونست قبول کنه که آدمهای بد هم وجود دارن، آدم وجود دارن که ممکنه بهش آسیب بزنن، آدم وجود دارن که نباید بهشون اعتماد کرد و همیشه رفتارش روی یک ساده لوهی در جریان بود. اما خب توی مدرسه هم بچه درد سرسازی نبود اتفاقا بچه خوبی هم بود از این بچه بود که تو همه فعالیت های فوق برنامه حضور داره توی روزنامه مدرسه حضور داشت توی ایستگاه رادیویی مدرسه حضور داشت به خودش لقب فلش داده بود به خاطر اینکه هیچ جا بدون دوربین عکاسیش دیده نمیشد بارها عکس هاش رو فرستاده بود برای مجلات مختلف و با اینکه خیلی درس خون نبود اما بچه خوبی بود توی مدرسه هیچ وقت کسی ندیده بود که اون دوست دختر داشته باشه یا با دختری در ارتباط باشه اتفاقا در ارتباط با دخترها یه ذره هم استرس میگرفت اما طبق حرفی که همکلاسیهاش هاش میزنن بسیار دوست مهربون و خوش قلبی بود قبل از اینکه ادامه پرونده رو بگم پرونده خیلی قدیمیه و عکس هایی که ما تونستیم از این پرونده پیدا بکنیم بسیار محدود و بیکیفیته آمادگی این رو داشته باشید که خیلی عکس های خاصی از این پرونده قرار نیست ببینید ما تمام تلاشمون رو کردیم آنچه که در اینترنت وجود داشته رو جمع وری کردیم اما خب متاسفانه عکس ها بسیار محدود بودن جوئل داره توی مدرسه درس میخونه و خیلی زود شروع میکنه به تغییر چهره و ظاهر نمیخواسته مثل بچه های دیگه باشه موهاش رو بلند میکنه یه سیبیل دست دوچرخه ای میذاره کم کم علاقه من میشه به طبیعت به نجات زمین به کنار گذاشتن خود رو میگم این دوره هیپی ها خیلی حرف داشتن توی جامعه برای زدن و رفتارهای جوهل هم خیلی نزدیک بوده به رفتار اونها میگفته که باید طبیعت رو نجات داد بعد از مدرسه هم شروع میکنه کار کردن برای مجله های مختلف براشون عکس میفرستاده عکسش عموماً از طبیعت و شکوفه ها و فصل بهار و گل و بوتو و درخت و اینجور چیزها بوده و در کل زندگیش رو میگذرونده تا اینکه یک تصمیم بزرگ میگیره تصمیم میگیره که بره و یک مسافت طولانی رو دوچرخه سواری بکنه سال 1970 دوچرخش رو سوار میشه و راه میفته بره که یک مسیر طولانی رو بگذرونه 570 مایل یا 917 کیلومتر از هارتسویل کارولینای جنوبی رو سواری میکنه تا به یک منطقه توی اوهایو میرسه بعد هم به خانوادهش میگه که قصد داره عرض ایالت رو هم کامل دوچرخه سواری بکنه خب خانوادهش یکم استرس داشتن که این بچهشون یکم ساده است یکم توی رفتاراش دست و پا چلفتیه یکم ممکنه که به درد سر بیفته و این کار میتونه براش خطرناک باشه اما اساسا از یه خانواده ها نبودن که جلوی بچهشون رو بگیرن هر تصمیم میگرفته اینها حمایت میکردن که ایول برو انجام بده شروع میخواد بکنه به این دوچرخه سواری که دوچار مشکل بواسیر میشه به خاطر اینکه زمان طولانی روی دوچرخه نشسته بوده دوچار مشکل میشه و در نهایت بعد از یک دوره درمان مجبور میشه که دوچرخش رو سوار اتوبوس بکنه و برگرده به خونه پیش خونه و یک مدتی رو استراحت بکنه تا وضعیتش بهتر بشه همین زمان که خونه داره استراحت میکنه و به نظر میرسه که قرار نیست حالا حالا ها دوباره سوار دوچرخه بشه یک تصمیم تازه میگیره تصمیم میگیره که بره و کل اون مسیر جنگل های رو پیاده روی بکنه تا به حال تا این زمانی که اون این تصمیم رو میگیره سر جمع 96 نفر این مسیر رو پیاده رفته بودن بسیار هم مسافت دشواری بوده به خاطر اینکه پر از پستی و بلندی بوده پر از مسیرهای جنگلی بوده پیدا کردن آب و غذا بسیار دشوار بوده و کسی که میخواسته این کار رو بکنه واقعا باید حرفه‌ای می بوده دیگه یعنی آشنا بوده به مسیریابی آشنا می بوده به اینکه چطور توی طبیعت زنده بمونه چطور از پس خودش بر بیاد خیلی قوی بوده از نظر بدنی و پا بتونه پیاده روی کنه و کولش رو بکشه و کلا تصمیم آسونی نبوده اما خب داریم راجب خیلی مسافت صحبت میکنیم ما داریم راجب به 2200 مایل یا بیش از 3500 کیلومتر صحبت میکنیم اگر آب و هوا خوب میبوده و طوفان نمیشده و برف نمیومده، و از این مشکلات پیش نمیومده چیزی که جوئل داره در موردش صحبت میکنه شش ماه قرار بوده طول بکشه همین زمانه یعنی توی همین دهه و 1974 که این فکر به ذهنش زده و از غذا مسیرش میخوره به همون رستوران ایتالیایی که مارگارت اونجا کار میکرده مارگارت اونجا براش غذا میاره و خیلی زود جلب این چهره متفاوت جوئل میشه اون موهای بلند روشن و سیبیل و قد بلند و رفتار صمیمی و دوستانه و کم کم با هم شروع میکنن صحبت کردن این صحبت کردن ها به اینجا میرسه که جوئل به مارگارت پیشنهاد میده که بیا با همدیگه این مسیر رو پیاده روی بکنیم خب خیلی حرف عجیبی بوده دیگه مارگارت با یک آقای روبرو شده بوده که چندین سال ازش بزرگتر بوده آنچنان نمیشناختتش و بهش میگفته که شیش ماه بیا بریم توی جنگل پیاده روی بکنیم شیش ماه پیاده روی برای جوئل شد آسون بودم برای مارگارت نه اون اصلا نه ورزشگار حرفه بوده نه بیرون خونه خیلی وقت گذرونده بوده تونانی ترین زمانی که مثلا بیرون خونه بوده این بوده که رفته بوده یه غروب خورشیدی رو نگاه بکنه و برگرده خیلی بچه‌ای بوده که توی خونه وقت میگذرونده اصلا کوهنورد حرفه نبوده اصلا آدمی نبوده که پیاده روی بره خیلی وقتش رو لای کتاب ها گذرونده بوده ترجیح میداده که گوشه یک کتابخونه باشه تا بیرون از خونه و توی طبیعت همون اول هم وقتی جوئلین حرف رو بهش میزنه خیلی جدی بهش میگه که نه من همچین قصدی ندارم اما حقیقت این بوده که جوئل دنبال یک همراه میگشته و از هیچ کس هم دریغ نمیکرده دیگه به هر کسی که میرسیده با هر کسی که روبرو میشده این پیشنهاد رو بهش میداده خیلی هم قبول میکردن میگفتن ایول خیلی سفر رویاییه خیلی میتونه آدم رو تغییر بده اما وقتی میفهمیدن که جوئل خیلی جدیه داره آماده میشه برای این سفر همه پس پا میکشیدن و دیگه جوابش رو نمیدادن اما تفاوت مارگارت با بقیه اون آدم ها این بوده که فکر میکنه به این حرف فکر میکنه و به این فکر میکنه که خب بدی نیست میشه راجبش فکر کرد میشه در موردش تصمیم گرفت راستش رو بخواید این پرونده بیشتر از اینکه یک پرونده جنایی باشه یک فیلم سینمایی ما داریم با اتفاقات این آدم ها پیش میریم و آماده باشید برای اینکه قرار این دو نفر رو همراهی بکنیم دو دل شده یادتونه گفتم بی انگیزه شده بود نسبت به کالج و کارش و نوع زندگیش و اصلا این مسیری که خانواده هدایتش کرده بودن حرف های جوئل هم بیشتر اون رو به فکر میبره که آقا من چیکار کنم چیکار نکنم همینجوری داره فکر میکنه خب جوئل هم متوجه میشه که مارگارت نسبت به بقیه بیشتر درگیر شده به واسطه همین اومدنش به اینجا رو هم بیشتر میکنه هی میومده سر میزده میومده اونجا غذا میخورده با مارگارت حرف میزده امیدوار بوده که در نهایت بتونه رازیش بکنه شروع میکنه جوئل راجع به این گفتن که این پیاده روی چقدر میتونه ما رو تغییر بده چقدر میتونه زندگیمون رو عوض بکنه چقدر میتونه مسیر آیندهمون رو روشن بکنه مثل یه جور مدیتیشن میمونه که ما روحمون تغییر میکنه روحمون با آرامش میرسه گفتم هر دوشون هم مایل بودن به این طرز تفکر خب اینجا وضعیت مارگارت کم متفاوته به خاطر اینکه ثبت نام کرده توی کالج و باید شیش ماه کلاساش رو بذاره کنار و بره به این پیاده روی همه چیز توی کفه ترازو ذهنیش به این سمته که این کار رو نکنه این کار رو انجام نده اما خب نمیتونه جلوی خودش رو هم بگیره که به این فکر نکنه اما در نهایت میپذیره که با جوئل این کار رو انجام بده با مردی که تقریبا ازش ده سال بزرگتره و این نکته رو هم بگم که جوئل به هیچ عنوان به عنوان دوست دختر نزدیک نمیشه به مارگارت و اصلا قصدش رو هم نداره بیشتر شبیه یک دوست صمیمیه مارگارت قبول میکنه که این کار رو انجام بده و این راه رو بده اما یک یک نکته مهمی توی زندگی مارگارت وجود داره گفتم که این نهایتا برای دیدن یه غروب آفتاب از خونه اومده بوده بیرون و الان میخواد بره به پدر و مادر دکترش بگه که من تصمیم گرفتم با یک مرد که ده سال ازم بزرگتره و اصلا نمیشناسمش برم یک پیاده روی شیش ماه خداحافظتون کاملا مشخصه که میدونست به قبول نمیکنن دیگه یه نقشه ای میکشه تصمیم میگیره به خانوادهش دروغ بگه میره به خانوادهش میگه که جوئل رهبر یک گروه پیاده روی 15 نفره از بچه های کالجه قرار همه ما رو با هم دیگه ببره به یک پیاده روی طولانی این پیاده روی از طرف دانشگاه ترتیب داده شده از طرف کالج ترتیب داده شده و تاثیر مثبت و امتیاز مثبت هم توی دوران تحصیل ما داره میره این حرف ها رو میزنه و در نهایت هم یک ماه مونده به شروع این پیاده روی جوئل میاد خونه مارگارت تا با پدر و مادرش صحبت بکنه راجع به این مسیر پیاده روی خیلی هم با اشتیاق صحبت میکرده خیلی شروع هیجان داشته کل مسیر رو توضیح میده پدر مارگارت شکارچی بوده حالا علاوه بر اینکه پزشک بوده از این شکارچی هایی بوده که خیلی توی طبیعت میرفتن خیلی هم مند بوده به طبیعت خیلی با ذوق و شوق حرفهای جوئل رو میشنوه و به نظرش همه چیز منطقی میومده. مسیری که توصیف میکرده خیلی منطقی بوده اعتماد به نفسی که نشون میداده مناسب بوده برای اینکه این آدم بتونه 15 تا دانشجو رو هدایت بکنه بنکه این مسیر رو برن و در نهایت راضی میشن انقدر راضی میشن که میرن یه جفت چکمه پیاده روی میخرن برای مارگارت میرن یه کوله پشتی خیلی درست حسابی و خیلی کوله پشتی حرفه ای براش میخرن که آماده بشن و برن به این پیاده روی و در کنارش جوئل هم باید وسایلش رو تهیه میکرده کیسه خواب و کوله پشتی و اینجور چیزا اما خب جوئل هیچ خوب کار نکرده بوده یعنی همیشه بد شانس بوده هر وقت که شروع میکرده به کار کردن خیلی درآمد کمی داشته خیلی پول نتونسته بوده پس انداز بکنه برای اینکه آماده بشه برای این پیاده روی یه ویولون داشته و همه رویای زندگیش همین بوده که توی یک گروهی یک برنامه اجرا بکنه و قرار بوده که مثلا این کار رو در نهایت انجام بده میره ویولونش رو به این جاهایی که وسیله امانت میگیرن امانت میده و بهش میگه که من وسایل کوهنوردی میخوام اون کسی که مسئول مغازه بوده میگه من دارم کیسه خواب دارم ظرف غذا دارم کوله دارم اینا رو بهت امانت میدم و من ویولونت رو نمیفروشم هر وقت که سفرت تموم شد کارت تموم شد بیا این وسایل رو به من برگردون و این ویولونت رو هم بگیر من این رو بهت پس میدم دیگه همه چیز براش عالی بوده دیگه هر چند وسایلی که تهیه کرده بوده خیلی وسایل حرفه‌ای نبودن اما راضی بوده از اینکه این چیزها رو به دست آورده اما این زمان همزمان شده بوده با امتحانات کالج مارگارت قرارشون این شکلی میشه که خود جوئل راه بیفته بره یک جایی مسیر رو شروع بکنه مارگارت امتحانات کالجش رو بده امتحاناتش که تموم شد با اتوبوس بره به اون جایی که قرار گذاشتن با جوئل همدیگه رو ببینن و مسیر رو ادامه بدن همه این برنامه هم آماده بوده که یهو دوباره مشکل بواسیر جوئل اود میکنه و مجبور میشه بره بیمارستان بخوابه یک مدتی نمیتونسته تکون بخوره و عملا سفرشون یک ماه میفته عقب برای مارگارت خوب میشه میره امتحانات کالجش رو میده امتحاناتش که تموم میشه حال جوئل هم بهتر شده بوده در نهایت در 6 می 1974 دو ماه بعد از اولین ملاقات این دو نفر با هم دیگه سوار یک اتوبوسی میشن از کلمبیا میان به آتلانتا بعد از اونجا میرن به کوه اسپرینگر جایی که میخواستن سفر رو شروع بکنن و با کوله پشتیاشون آماده یک مسیر طولانی و پرحادثه میشن مسیر رو شروع میکنن دیگه از اتوبوس پیاده میشن میفتن توی اون مسیر کوهستانی و شروع میکنن پیاده روی کردن همون اوایل مسیر میفهمن که چی کار کردن میفهمن که اول از همه جایی که شروع کردن پیاده روی کردن بسیار جای دشواریه، بسیار پر ارتفاع، بسیار پستی بلندی داره، راه رفتن سخته، خیلی زود متوجه میشن کوله هایی که آوردن کوله های دشواریه این نکته قبلش که به کوله ها بپردازم بگم که تجربه مارگارت از پیاده روی صفر بوده کاری که کرده بوده مثل اینه که مثلا منی که هیچ تجربه پیاده روی و کوهنوردی مطلقا توی زندگیم ندارم تصمیم بگیرم برم مثلا هزار کیلومتر دو هزار کیلومتر یهو پیاده روی بکنم انگار که میشه انگار که بدن من آماده است و واقعا هم نبوده اینها خیلی زود خسته میشن کوله هایی که اینها همراهشون داشتن مثلا کوله بوده که اون زمان رواج داشته این کوله ها یک بدنه بیرونی فلزی داشته برای اینکه حمل و نقلش روی کمر آسون بشه اما به واسطه همین بدنه فلزی بسیار سنگین بوده کوهنوردایی که این کوله ها رو می گرفتن خیلی باید حواسشون رو جمع میکردن که فقط وسایل ضروری رو با خودشون ببرن و خب هر کوهنورد حرفه ای که چشمش به این دوتا می افتاده می که اینها کلا مسیر رو اشتباه رفتن کلی وسیله ای که لازم ندارن با خودشون آوردن کلی وسیله ای که ممکنه لازمشون بشه با خودشون نیاوردن و فقط این کوله ها رو سنگین کردن و حالا با نفس نفس زدن دارن سعی میکنن که پیش برن از اون طرف کفش هایی که مارگارت داشته برای پیاده روی کردن و پدر مادرش براش هدیه خریده بودن از غذا کفش هایی مناسبی نبوده خیلی طول نمیکشه که پاهای مارگارت شروع میکنه تاول زدن و اولین آبی که میرسن و میخوان استراحت بکنن یه کلبه بوده یه دستجویی کنارش بوده مارگارت اولین کاری که میکنه اینه که کفشاش رو در میاره یک بار وسط مسیر اینا وایساده بودن استراحت کرده بودن کفشاش رو در آورده بوده یه پانسمانی یه چسبی زده بوده روی تاولای پاش و دوباره که میرسن به یه کلبه کیک که یک ایستگاهی بوده من قبلا توی ویدیوی قبلی بهش اشاره کردم اینها ایستگاه های بین راهی بوده که یک کلبه بوده کفه بتونی داشته کنارش یک دستشویی بوده یک جوی آبی اونجا بوده که میتونستن قمقمه آبشون رو پر بکنن وسایلشون رو بشورن و وقتی به اونجا میرسن اولین کاری که مارگارت میکنه اینه که کفشاش رو در میاره و پاهاش رو میذاره توی آب تا یکم این پاهاش خنک بشه هنوز ده کیلومتر هم اینها راه نرفته بودن و خب فهمیده بودن که اشتباه کردن دیگه ولی دیگه افتاده بودن تو مسیر و نمیخواستن کوتاه بیان میان قمقمه هاشون رو پر آب میکنن یکم پاهای مارگارت خنک میشه و بعد از گفتگو با هم دیگه تصمیم میگیرن که همینجا اتراق بکنن میبینن که اینا خیلی سخت پیش اومدن کوله ها سنگین کمر درد دارن پاهاشون درد میکنه احتیاج به استراحت دارن میگن تو همین کلبه میمونیم شب رو صبح خیلی زود راه میفتیم بعد از اینکه قمقمه آب میکنن و مارگارت هم پاش خونک میشه وسایل رو برمیدارن میان داخل کلبه و به محض اینکه وارد کلبه میشن متوجه میشن که تنها نیستن یک مردی یه پتوی روی زمین انداخته بوده و روی این پتو دراز کشیده بوده اینا رو که میبینه هم همونجا خوابیده و سلام علیک با هم دیگه میکنن آدم به نظر عجیبی میاد کثیف پتویی که همراهش داره پتوی کثیفیه توی کلبه خیلی بوی سیگار میاد معلومه که خیلی زیاد سیگار میکشه و خیلی عجیب و غریب خونسرد و بیتفاوته همون اول ظاهرش یکم این دو نفر رو بدبین میکنه مارگارت ازش میپرسه که اسم چیه میگه که من رالفه وسایلشون رو میذارن توی کلبه این آدم ده دوازده سانت کوتاهتر از جوئل بوده موهای کمپشت بوری داشته عینک میزده لاغرندان بوده و خب به نظر می اومده که آدم بی درد سریه. مارگارت دوباره برمیگرده کنار رودخونه تا دوباره پاهاش رو بذاره توی آب و از اون طرف هم جوئل شروع میکنه باز کردن یه مقداری از وسایل برای اینکه آماده بشن و یه شامی بخورن اما بعد از یه مدتی میاد کنار رودخونه میاد پیش مارگارت و به مارگارت میگه که ببین من نسبت به این آدم بدبینم این آدم هم خیلی کثیفه هم هیچ وسیله همراهش نیست چطور ممکنه که تو وسط جنگل باشی چکمه های مهمونی کف چرمی پات باشه هیچ کوله همراهت نباشه هیچ کیسه خوابی همراهت نباشه و این خیلی عجیبه خیلی غیر طبیعیه خب یادتونه گفتم جوئل کلا آدم خوشبین و ساده دلی بود دیگه مارگارت هم متوجه این شده بود وقتی که میبینه یک آدمی وجود داره که جوئل هم بهش بد مینه دیگه شک میکنه میگه که ما الان وسایلمون رو گذاشتیم توی کلبه پیش این یارو نکنه چیزی رو بدزده خیلی با سرعت برمیگردن تو و میبینن که رالف حتی از روی پتوش تکون هم نخورده وسایل هم کنارش دست نخورده است خودش هم نشسته اصلا انگار ننگار. اونجا یه کم اعتماد مارگاریت به این آدم جلب میشه و یواشکی به جوئل میگه که ببین من فکر میکنم که این یک بیخانمانیه که جایی نداره بخوابه و اومده اینجا خوابیده کاری هم که با ما نداره درد سری هم که برای ما نداره بیا آماده بشیم یه شامی بخوریم رالف خیلی با اینا صحبت نمیکنه پا میشه از کلبه میاد بیرون و میره توی جنگل و یه مدتی بعد برمیگرده یه بغل چوب با خودش آورده بوده دوباره میره برمیگرده سه بار این کار رو میکنه و بعد در کنارش کمک میکنه به جوئل برای اینکه یک آتیشی روشن بکنن و شام بخورن خودش از غذای بچه ها نمیخوره اما کنارشون میشینه کنار آتیش و شب رو همین شکلی میگذرونن جوئل هنوز به رالف بدبین بوده و آروم به مارگارت میگه که ببین شب رو اینجا میخوابیم صبح خیلی زود من صدات میکنم بیدار شو وسایل رو جمع میکنیم راه میفتیم میریم اصلا صبونه رو هم بین راه میخوریم بیشتر از این پیش این نمونیم مارگارت قبول میکنه شام رو میخورن و میان توی کلبه و کیسه خوابشون رو پهن میکنن و دراز میکشن که بخوابن خیلی هم خسته بودن خیلی هم راه طولانی و سختی رو اومده بودن راه پرشیبی بوده پر از پستی بلندی بوده خیلی صبح زود جول به حرفش عمل میکنه بلند میشه مارگارت رو صدا میکنه میگه که بلند شو راه بیفتیم بریم هنوز خورشید کامل در نیامد از لابلای ها هنوز نتابیده توی جنگل و جنگل نیمه تاریکه میگه بلند شو من میرم مطمئن شم که آتیش رو کامل خاموش کردیم وسایلت رو هم جمع کردم تو کفشاتو بپوش و خورده ریزه ها تو بذار توی کوله تا راه بیفتیم شروع میکنه مارگارت وسایلش رو جمع کردن رالف هم همونجا خوابیده دراز کشیده اصلا با اینا کاری نداره داره وسایلش رو جمع میکنه متوجه میشه که رالف از جاش بلند شد و از کل به رفت بیرون در حال پوشیدن چکمه هاشه که یک صدای بسیار بلندی میپیچه توی جنگل این زمان قبلش چند ثانیه قبلش مارگارت نگاه کرده بود و دیده بود که جوئل دو زانو کنار اون حلقه آتیششونه و داره آتیش رو خاموش میکنه وقتی که دوباره به اونجا نگاه میکنه میبینه که جوئل شبیه حالتی که دو زانو باشه و افتاده باشه زمین کنار این حلقه آتیش افتاده زمین فرصت نمیکنه بفهمه چه اتفاقی افتاد میبینه که رالف با یک اسلحه کنارش وایساده و بهش میگه که ساکت باش اون لحظه تازه مارگارت میفهمه که احتمالا جوئل دیگه زنده نیست مارگارت رو بلند میکنه میاره بیرون دستاش رو میبنده مارگارت شوکه شده تازه میتونه حرف بزنه به رالف میگه که با جوئل چیکار کردی آیا اون مرده رالف میگه که نه فقط صدمه دیده مارگارت میگه که میشه از حلقه آتیش دورش کنی که نسوزه قبول میکنه رالف اما قبلش مارگارت رو میاره دم یک تنه درختی دستاش رو میبنده پاهاش رو دور درخت باز میکنه و از پشت درخت پاها رو به همدیگه میبنده یعنی با یک تنابی این پاها رو میبنده که اصلا امکان تکون خوردن برای مارگارت وجود نداشته باشه مارگارت میبینه که رالف رفت سمت جوئل و اون رو دور کرده از جایی که روی زمین افتاده بود مارگارت که چشمهاش رو هم رالف بسته ازش میپرسه که با من میخوای چیکار بکنی و رالف بهش میگه که نمیدونم تمام این ثانیه ها مارگارت امیدواره که جوئل زنده باشه و فقط آسیب دیده باشه و از جاش بلند بشه و بیاد کمک اما هیچ اتفاقی نمیافته یه ذره صدای جنگل میاد سکوت بعد از یک مدتی صدای پاهای رالف میاد که داره میاد سمت مارگارت مارگارت بهش میگه که باهاش چیکار کردی و رالف میگه که از شرش خلاص شدم دست پای مارگارت رو باز میکنه ازش میپرسه که جوئل چکای مسافرتیش رو کجا میذاشته نشونی اونها رو از مارگارت میگیره پول نقد توی جیب و چکای مسافرتی مارگارت رو هم ازش میگیره بعد مجبورش میکنه که وسایل رو جمع کنه وسایل رو برمیدارن میان یکم جلوتر اونجا دوباره دست و مارگارت رو میبنده به درخت اما چشمهاش رو این بار نمیبنده میره جسد جوئل رو میکشه یکم روی زمین میذاره روی یک بلندی قشنگ جسد روبروی مارگارت بوده میاد یکم گرانولا میریزه توی یک کاسه ای می میذاره مطمئن میشه که دهن مارگارت میرسه به این بعد میره اون طرف میره جوئل رو بلند میکنه میکشه روی زمین و اینجاست که مارگارتی که به درخت بسته شده میدونه که احتمالا جوئل تا الان مرده و خودش هم قراره به زودی کشته بشه خیلی ترس برش داشته دیگه برمیگرده بعد از یک مدتی 15 دقیقه مثلا توی تنهایی بوده این برمیگرده و بهش میگه که مارگارت به رالف میگه که تو نمیتونی من رو بکشی تو هیچ دلیلی برای کشتن من نداری من هیچ آسیبی بهت نزدم رالف بهش میگه که خب اونم که همین طور بود منظورش جواله خیلی ترسیده و حس میکنه که قرار اینجا رهاش بکنن رالف بهش میگه که من تا حالا زنی رو نکشتم مجبور شدم اون رو هم بکشم به خاطر اینکه از من قد بلندتر بود من برای اینکه به مسیرم ادامه بدم احتیاج به پول و وسایل داشتم تو رو هم الان نمیتونم اینجا رهات بکنم و برم به خاطر اینکه اینجا مسیریه که رفته آمدی بهش وجود نداره و اگه اینجا بذارمت ممکنه که بعد از چند روز از گشنگی تشنگی بمیری و کسی اینجا رد نشه گفتم که تو اون زمان چند نفر بیشتر از 90 نفر از اون مسیر رد شده بودن 96 نفر مثل الان نبوده که سالانه سه هزار نفر این مسیر رو پیاده روی میکنن میگه که من نمیتونم اینجا ولت کنم میمیری به خاطر همین بلند شو با من همراه شو بیا یک مسیری رو من وقتی رسیدیم به جاده تو رو رها میکنم که بری به خونت ولی بهت یه اختار میدم اگر توی مسیر ما کسی رو ببینیم و تو بهشون بگی چه اتفاقی افتاده درخواست کمک بدی یا حرفی بزنی شک نکن که من بهت رحم نمیکنم تو رو میکشم و همه اون آدم که تو اون محبت وجود دارن رو هم میکشم و اصلا هم در مورد این قضیه باهات شوخی ندارم خب الان مارگارت بین این که اینجا به درخت بسته بمونه تا شاید یک نفر بیاد کمکش یا همراه بشه با قاتل دوستش باید یکی رو انتخاب کرده و حقیقت اینه که خیلی هم فرصت نداشته که تصمیم متفاوتی بگیره در نهایت قبول میکنه که همراه اون بره و بلند میشه کولش رو بر میداره. راه میفته جلو و مسیر رو با هم نمیتونسته دیگه جسد جوئل رو ببینه اما حدس میزد که یک جایی همون اطراف رالف جسد جوئل رو مخفی کرده بین برگ و درخت و اینجور چیزا مارگارت جلو راه میفته شروع میکنه پیاده روی کردن کوله خودش روی دوشش بوده و با اسلحه پشت سرش رالف داشته راه میومده اینا داشتن مسیر رو میرفتن و این رو در نظر بگیرید که مارگارت ترسیده پاهاش پر از تاول پاهاش درد میکنه اما مجبور پیش بره برای اینکه زنده بمونه بعد از یک مدتی مارگارت به این فکر میکنه که اگر من بتونم یک ارتباط عاطفی با این برقرار بکنم احتمال اینکه زنده بمونم بیشتره شروع میکنه راجب به گذشته خودش گفتن راجب درس خوندنش راجب کالج راجب مسیری که توی زندگیش اومده و تمام تلاشش رو هم میکنه که در تمام این گفتگو هیچ اسمی از جوئل نیاره برای اینکه اون رو تحریک نکنه بعد از یک مدتی کم کم رالف هم شروع میکنه از خودش صحبت کردن میگه که من یک جایی در شمال به دنیا اومدم در غرب کوهستان بزرگ شدم با یک چاقو میتونم توی طبیعت دووم بیارم و زنده بمونم نیاز به خیلی وسیله ندارم الان هم به خاطر مشکلاتی که برام پیش اومده تحت تعقیبم پلیس و اف دنبالمه به خاطر همین هم اومدم توی کوهستان و احتیاج بوده که یه سری تجهیزات پیدا کنم تا بتونم دوباره به غرب برگردم وقتی که شما رو دیدم که این کوله پشتی ها رو دارید به این نتیجه رسیدم که میتونم از وسایل شما استفاده بکنم وقتی دیدم که جوئل از من درشت تر قد بلندتره فهمیدم که نمیتونم به زور وسایل رو ازتون بگیرم به خاطر همین هم اون کار رو انجام دادم همین زمان که داره صحبت میکنه مارگارت متوجه میشه که اصلا این راحت حرف نمیزنه خیلی نفس نفس میزنه خیلی سخت حرف میزنه دلیلش هم این بوده که خب کیف جوئل روی دوش رالف بوده و یادتونه که گفتم هم کوله غیر استانداردی بوده هم بسیار سنگین بوده به واسطه همین هم کم کم دیگه این نفس کشیدنش سخت میشه مارگارت میفهمه که اگر وضعیت بخواد این شکلی ادامه پیدا بکنه احتمالا مجبور شب رو کنار قاتل دوستش بگذرونه و احتمال اینکه از این ماجرا زنده بیرون بیاد واقعا دشواره به خاطر همین با وجود پادرد و سنگینی کوله خودش و مسیر دشوار شروع میکنه سریعتر راه رفتن همینطور که این سریتر راه میره خب رالف هم پشت سرش مجبوره که سریتر راه بیاد چیزی نمیگذره که توی همین مسیری که دارن حرکت میکنن میرسن به یک گروه دو سه نفره جنگلبانی که یک اره برقی همراهشون بوده برای یه سری کارها اومده بودن توی اون محیط جنگلی مارگارت یادش میاد که همین آدمها رو دیروز وقتی با جوئل داشته این مسیر رو میرفته دیده همه ی امیدش این بوده که این آدم ها شناسایی بکنن اون رو و بفهمن که آدمی که باهاش همراهه همون آدمی نیست که دیروز بوده وقتی که میرسن به اینها این دو سه نفر میگن که اه ما شما رو دیروز دیدیم و خب اون هم تایید میکنه اما در نهایت کمکی بهش نمیکنن خود رالف از اینها میپرسه که مثلا مسیر جاده کدوم بره راهنمایی میکنه میگه باید از این سمت برید تا به جاده برسید و اینها مسیر رو ادامه میدن مارگارت خیلی دلش میخواسته از اینها کمک بگیره اما رالف تهدیدش کرده بوده که اگر حرفی بزنه هم اونها رو میکشه هم خود مارگارت رو میکشه در نهایت اینها راه میان یک مسافتی رو میان میرسن به یک پناهگاه دیگه ای که این دقیقا همون پناهگاهیه که اون زوج لزبیانی که توی ویدیوی قبلی راجبش گفتم اینجا ساکن شده بودن توی این پناهگاه میمونن و از روی نقشه متوجه میشه که سه مایل فاصله داره با جاده وقتی که این رو متوجه میشه به مارگارت میگه که من نظرم عوض شد وقتی که برسیم به جاده تو رو رها نمیکنم تا بری خونت من نمیدونم که چقدر تو رو پیش خودم نگه میدارم اما تو با من میای میریم به نزدیکترین شهر شب رو توی یک موتل میمونیم و صبح در مورد تصمیم میگیرم تا زمانی که من دارم این مسیر رو میرم تو تنها بیمه منی الان برای مارگارت هم خبر خوشیه هم خبر بدیه اولین اینکه این آدم نگفته که میخوام بکشمت خب این خبر خوشیه اما خبر بعدی اینه که این یعنی که مارگارت قراره با این آدم همراه بشه احتمالا قراره با هم تو یک اتاق بخوابن به احتمال زیاد این آدم قراره به مارگارت تجاوز بکنه و این خیلی براش ترسناکه اما خب میل به زنده موندن خیلی میل قویه دیگه مخالفتی نمیکنه مخالفتی نمیکنه و مسیر رو ادامه میدن تا میرسن به کنار جاده. با همدیگه مسیر رو میان کنار جاده میرسن به محض اینکه میرسن کنار جاده رالف دوباره تهدیدش رو تکرار میکنه که هیچ حرفی نزن وای میستن کنار جاده بالاخره یک راننده پیدا میشه که اینها هیچ می میکنن سوار ماشینش میشن این تنها بوده میگه من همسفر میخوام سوار شید و اونها رو میرسونه به شهری که هستن شهری که راجبش صحبت میکنیم قبلا جایی بوده که محل رفت آمد چوب برها بوده نجارها بوده کسایی بوده که چوب های درخت ها رو میبریدن، اما خب الان تبدیل شده بوده به یک جای توریستی با خونه های نمادین زیبا و رستوران های شلوغ و کافه های پر رفت آمد توی همین مسیر شروع میکنه رالف پرسیدن از اون کسی که پشت فرمون بوده که تو این شهره رو میشناسی و میگه آره میگه که من پول دارم چک مسافرتی همراه هم دارم اما کارت شناساییم رو گم کردم آیا جایی هست که مثلا سخت نگیره چکار رو نقد بکنه میگه که آره مثلا ممکنه که فلانی این کار رو بکنه در نهایت میرسن به اون شهره میرن یکی دو تا از این چکای مسافرتی که همراهشون بوده رو نقد میکنن میرن به یک موتلی توی اون موتل اتاق میگیرن خودش و مارگارت رو خانم آقای پالسون معرفی میکنه فامیلی جول، یک اتاق میگیرن و بعد از اینکه اون اتاق رو میگیرن و میرن اونجا ساکن میشن با مارگارت پا میشه میره پایین میره از رستوران روبروی غذا میگیرن دوباره برمیگردن میان توی اتاق و وقتی میرسن توی اتاق مارگارت فکر میکنه که الان قراره با اتفاق ترسناک روبرو بشه اما حقیقت اینه که اینطوری نمیشه یهو رالف بلند میشه میره روی تخت دراز میکشه تلویزیون رو روشن میکنه برای اینکه ببینه خبری هست از پیدا کردن جسد جوئل یا نه خب مارگارت شوکه از کفشاش رو در میاره کم استراحت میکنه کم میشینه و هیچ گفتگوی خاصی بین اینها اتفاق نمیافته مارگارت میگه که میخوام برم دوش بگیرم خیلی خستم میره توی حمام میره که دوش بگیره فقط میخواسته چند دقیقه در آرامش باشه چند دقیقه دور باشه از فضای آدمی که دزدیدتش اما همین که آب رو باز میکنه و میره زیر دوش رالف در رو باز میکنه و میاد توی حمام به مارگارت دست نمیزنه حتی نگاهش هم نمیکنه تمام مدت یک گوشه وای میسته برای اینکه مطمئن بشه که مارگارت از پنجره هموم فرار نمیکنه مارگارت دوش میگیره میاد بیرون رالف بهش میگه که تو میتونی روی تخت بخوابی روی تخت دراز میکشه در نهایت از خستگی خوابش میبره و رالف روی یک صندلی اسلحه به دست بیدار میشینه قبل از اینکه خوابش ببره یه بین اینها اتفاق میفته که خیلی گفتگوی عجیب غریبی هست رالف بهش میگه که توی مسیر که می من دیدم که تو خیلی ترسیدی همش دور خودت میچرخیدی یه جاهایی انقدر ترسیده بودی که من فکر کردم بیام مثل هم رو بدم به تو شاید که آرامش پیدا بکنی. در ادامه هم بهش میگه که ما خیلی زمان بدی همدیگه رو دیدیم. شاید اگه یک زمان دیگه ای هم دیده بودیم از هم خوشمون میومد و با هم وارد رابطه می شدیم. خیلی پیشنهاد عجیب غریبیه برای آدمی که یه نفر رو دزدیده ما سندروم استوکهلم شنیده بودیم کسی که علاقه من به آدم رو باش میشه اما نیده بودیم آدم رو بایی بیاد به کسی که دزدیدتش و هی هم تهدیدش میکنه که میکشمت همه رو میکشم همچین حرفی بزنه در نهایت صبح میشه بیدار میشن میان بیرون میان بیرون میرن یه صبحونه ای می میخورن یه چند تا چک دیگر رو نقد میکنن و قرار بر این بوده که اینجا مارگارت رو رها بکنه که مارگارت هیچاک کنه بره سمت خونه خودش و اون هم بره دنبال زندگیش اما دوباره نظرش را عوض میکنه دوباره به مارگارت میگه که نه من نمیتونم بذارم که تو الان اینجا هیچاک کنی بری به سمت خونت به خاطر اینکه ممکنه که سوار ماشین آدم نادرستی بشی و این آدمه برات خطرناک باشه من میبرم ایستگاه اتوبوس اونجا خودم میرم به مقصد خودم تو هم سوار اتوبوس شو و برو در نهایت راه میفتن میرن ایستگاه اتوبوس اونجا قرار بوده که یک اتوبوسی سوارشن یعنی در حقیقت مارگارت سوار شه به سمت جایی که خونش بوده اما میفهمه که خط مستقیم نداره باید برن یک ایستگاه دیگه اونجا سوار بشن دوباره میرن به اون ایستگاه یعنی این بند خدا خیلی بد شانس بوده وقتی که میرسن اونجا میبینن که اون بلیت فروشه یه نامه زده رو پنجره که من رفتم دکتر عصر میام دوباره میرن توی کافه منتظر میمونن میشینن در نهایت بلیت فروشه میاد و مارگارت هم میاد. مارگارت و رالف در حقیقت میاد و براش بلیت میخره و بلیت رالف زودتر از بلیت مارگارت بوده. رالف بهش میگه که من میدونم که اینکه تو رو زنده گذاشتم به ضرر من در نهایت تموم میشه اما نمیدونم چرا این کار رو کردم. حواست هم باشه اگر من سوار اتوبوس شدم و رفتم و تو رفتی و با پلیس تماس گرفتی من توی اتوبوس به محض اینکه پلیس رو ببینم شروع میکنم تیراندازی کردن و برام هم مهم نیست که چه هایی توی اتوبوسن پس مراقب باش که این کار رو انجام ندی رالف سوار اتوبوسش میشه کوله ای که همراهش بوده رو میذاره توی بار سوار اتوبوس میشه میره از اون طرف مارگارت منتظر میشه اتوبوسش میاد خیلی شوکه است دیگه خیلی ترسیده سوار اتوبوس میشه میره سمت خونه چندین ساعت توی راه بوده در نهایت میرسه به شهر خودش با تلفن تماس میگیره به خونه برادرش کسی جواب نمیده تماس میگیره به خونه مادر و پدرش کسی جواب نمیده و الان فقط یک راه دیگه داشته تماس میگیره با اداره پلیس تماس میگیره با اداره پلیس و به مسئولی که تلفن رو برداشته بوده میگه که یک نفری توی جورجیا توی این جنگل‌های منطقه به قتل رسیده و اگر شما یک ماموری رو بفرستید که به من کمک کنه و من رو بیاره به اداره پلیس همه چیز رو بهتون میگم این رو در نظر بگیرید که هیچ پولی همراهش نبوده دیگه همه پولهاش رو ازش گرفته بوده پلیس میاد دنبالش سوار ماشین میشه میره اداره پلیس شروع میکنه توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده چه بلایی سر من اومده همون شب کلانتر منطقه تماس میگیره با پلیس اون منطقه که پارک جنگلی اونجا بوده و اطلاع میده که آره یک دختر 17 ساله اومده و همچین اطلاعاتی میده آدرس اون پناهگاهی هم که میگه قتل اتفاق افتاده میده شما برید اونجا رو بگردید صبح اول وقت خورشید در نیومده پلیس میره به اون منطقه و خیلی نمیگذره که زیر شاخ و برگ و بوته هایی که اونجا بوده جسد جوئل پیدا میشه گلوله از پشت سر از سمت گوش چپ شلیک شده بوده توی سر حرکت کرده بوده پشت گوش راست متوقف شده بوده یک کیسه روی سرش کشیده بودن که در حقیقت این کیسه رو برای این کشیده بودن که خونریزی زیادی نکنه و خون زیاد روی زمین نریز و توجه حیوانات رو جلب نکنه مشخص بوده که لباسهاش پاره شده و این پارگی بعد از مرگ اتفاق افتاده بوده معلوم بوده که جسد روی زمین کشیده شده گلوله متعلق به یک کالیبر 38 بوده گلوله رو برمیدارن برای بررسی های بیشتر و خب با پیدا شدن جسد و توضیحاتی که از اون طرف مارگارت توی اداره پلیس داده بوده الان دیگه پلیس داستان باور نکردنی و عجیب و غریب مارگارت رو باور کرده بوده مارگارت به پلیس توضیحات مفصلی میده درباره رالف در مورد مسیری که اومدن در مورد هدفی که داشته گفته من میخوام برم به غرب و توضیحات ظاهری هم میده پلیس کمک میکنه که یک تصویری کشیده بشه از رالف از اون طرف ویژگی های ظاهری و این تصویر رو منتشر میکنه در رسانه ها خیلی خبر پخش میشه و یک هفته بعد از مرگ جوئل که زنی تماس میگیره با اداره پلیس آتلانتا و اعلام میکنه که این مردی که شما دارید نشونی هاش رو میدید من فکر کنم که همسایه ماست اگه یادتون باشه همسایه های فضول در پرونده ها خیلی نقشه پررنگی دارن اینجا هم همون اتفاق افتاده میگه که آره این یاروی همسایه ماست عجیب و غریب خیلی هم شبیه اینیه که شما دارید میگید خب پلیس بلافاصله میره اونجا دستور تفتیش داشته وارد خونه میشه خبری از خود رالف نبوده اما یک تفنگ چهار گلوله یک پوکه خالی کول پشتی جوئل و چکهای مسافرتی چند تا از چکهای مسافرتی اون توی خونه پیدا میشه از اونجایی که رالف توی خونه نبوده اینها میان بیرون و کمین میکنن کمین میکنن و یه چند ساعت بعد رالف برمیگرده به خونش وقتی که برمیگرده دستگیرش میکنن اون کلانتر منطقه اسلحه رو گرفته بوده رسما روی پیشونیش و مثل یک بره آروم بیسر و صدایی این رو میارن به اداره پلیس مارگارت به پلیس گفته بوده که این میدونسته دستگیر میشه گفت اصلا به من گفتش که تو باعث میشه که من در نهایت دستگیر بشم اما نمیدونم چرا دارم آزادت میکنم میارنش اداره پلیس و شروع میکنن ازش بازجویی کردن و اون شروع میکنه صحبت کردن که آره من وسایل جوئل رو برداشتم ازش دزدی کردم مارگارت رو گروگان گرفتم با هم مسیر رو رفتیم اما مطلقا به قتل جوئل اعترافی نمیکنه یعنی هر چقدر که باش صحبت میکنن میگن یعنی ازت مدرک داری مینین میگه که نه من هیچ حرفی در این مورد ندارم اما بقیه یه چیزها رو قبول میکنه اما حالا بیاید ببینیم که این آدم خودش کیه این آقای سی و یک ساله رالف هاوارد فاکس کوچکترین فرزند از یک خونه بود، بوده که سه تا بچه داشتن توی دیترویت به دنیا آمده بوده یک خونواده متوسط بسیار باثبات بودن اصلا از این خانواده ها نبودن که توش خشونت بالا باشه مشکلات شخصیتی وجود داشته باشه بچه ها رو بزنن اما خب خود رالف از کودکیش دچار مشکل بود از کودکیش درد سرساز بوده از بچگیش هاشیه درست میکرده یعنی شما ببینید 15 سالش بوده یه دختر توی یک مهمونی میدوزده میبره با خودش جای دیگه 17 سالش بوده یه ماشین میدوزده 20 سالش بوده با یه دختر 15 ساله فرار میکنه بره نیو مکزیکو که میگیرنش وسط راه میگیرنش و برشون میگردونن در مورد این پرونده آخر هم متهم شده بوده برای اقدام به تجاوز نمیدونم چطور میشه اما در کل بابت همه این اتفاقها مدت طولانی تو زندان نمونده بوده در نهایت رالف بعد از این اتفاقها با یک خانومی آشنا میشه به اسم آن و با اینان ازدواج میکنه. آن باردار بوده هنوز نوزادش رو به دنیا نیورده بوده که رالف رو یک بار دیگه دستگیر میکنن. این بار هم یک دختر نوجوانی رو دزدیده بوده، برده بوده توی جنگل، داشته دست و پاشون رو میبسته به درخت که از غذا پلیس اونجا گشت میداده. میرسه و این رو میبینه و دستگیرش میکنه و دختره رو هم آزاد میکنه برای آدم ربایی و اقدام به تجاوز 15 سال قرار میشه بره پشت میله های زندان اما رسما فقط چند ماه پشت میله های زندان میمونه به خاطر اینکه میتونه از اون زندان فرار بکنه سال 1969 یک بار دیگه توی میامی دستگیر میشه دوباره برش میگردونن زندان این وسط همسرش ازش طلاق میگیره بچهش رو بر میداره. میره پی زندگی خودش ولی از قضا رالف آزادی مشروط میگیره آزادی مشروط هم میگیره مستقیم یه اسلحه به دست میاره میره خونه آن همسر سابقش و شروع میکنه به اون تیراندازی کردن همسر سابقش خوششانس بوده از این تیراندازی جون سالم به در میبره اما قربانی بعدی رالف اندازه آن خوششانس نبوده این اتفاق ها یک مدتی قبل از حملش به جوال اتفاق افتاده بوده بعد از اینکه اون حمله میکنه میاد به نیورلان بعد میره به یک منطقه دیگه یه مدتی اونجا میمونه و بعد هم میاد با آتلانتا میاد با آتلانتا وارد این پارک جنگلی میشه و فقط پنج روز بوده که توی این پارک جنگلی بوده و خیلی هم دلش میخواسته که وسیله پیدا بکنه و بره به یک سمت دیگه ای که چشمش میفته به جوئل و مارگارت مارگارت صحبت میکنه با پلیس که این به من گفته بوده که من احتیاج به وسایل داشتم به خاطر همین زدم جوئل رو کشتم این رو هم توی دادگاه میگه خب بهش میگن که این این حرف رو زده دیگه این زمان اون متهم شده به قتل درجه یک و ممکنه که براش مجازات اعدام رو در پی داشته باشه اما در نهایت یک سال بعد از قتل جول به خاطر اینکه دادگاه هم خیلی طول کشیده بوده رالف میپذیره که اعتراف بکنه و به جاش حبس ابد بگیره اعتراف میکنه و حبس ابد میگیره و 17 سالم میره زندان اما سال 1991 برادر بزرگترش میمیره میتونه مرخصی بگیره از زندان بیاد بیرون 17 سال فقط توی زندان بوده بیاد بیرون بره مراسم برادرش اما مسئولین غذایی و مسئولین زندان فکر میکنن که خب بدی نیست که مرخصیش رو تبدیل بکنیم به آزادی مشروط حالا که این بیدرد سر زندان رو گذرونده و رفته بیرون و یک مشاوری هم براش میذاریم در حقیقت افسر آزادی مشروطش باشه بره هر هفته این رو ببینه گزارش بده اون زیر نظرش داشته باشه این هم مستقیم بعد از این آزادی مشروط میره پیش خواهرش و اونجا زندگی میکنه کرین خواهرش توی میشیگان بوده و وقتی که برادر بی صدا و بی درد سرش رو میبینه فکر میکنه که خب رافت تغییر کرده دیگه هر هفته میره افسر آزادی مشروطش رو میبینه سعی میکنه کار پیدا بکنه سعی میکنه که زندگی خوبی داشته باشه اما از اونجایی که رالف همواره همه رو قافل گیر میکرده هفت ماه بعد از اینکه آزادی مشروط گرفته بوده دیگه نمیرفت سره رو ببینه و ناگهان گم و گور میشه هیچ کس ازش خبر نداشته نه سر کار رفته بوده هیچی یک هفته بعد از گم شدن رالف جسد یک زن 29 ساله توی یک مزرعه پیدا میشه وقتی که شروع میکنن به بررسی کردن اطراف اون مزرعه یه کسی میگه که من شاهد رد شدن یک ماشین آبی خاکستری بودم و کسی که رانندش بود خودش رو رالف فاکس معرفی میکرد. دو روز بعد رالف رو در حالی که داشته سعی میکرده یک ماشین به که از شر رو اون ماشین آبی خاکستری راحت بشه دستگیر میکنند. دستگیر میکنن و خب دیگه الان با اتهام یک قتل عمد دیگه روبرو رو بوده دیگه میره دادگاه رالف هر گونه دخالتی تو این ماجرا رو تکذیب میکنه میگه نه من نبودم حالا ماشینم اون اطراف بود اما توی ژانویه 1993 به حبس ابد محکوم میشه قاضی توی دادگاهش میگه که آقای فاکس تو قبلا در یک ایالت دیگه ای به قتل محکوم شده بودی و حالا هم دوباره این کار رو کردی و من میدونم که تو برای جامعه بسیار خطرناکی و هرگز و هرگز نباید رنگ آزادی رو ببینی همین اتفاق هم میفته توی زندان میمونه سال 2000 تشخیص میدن که سرطان ریه داره و در نهایت در ژانویه 2003 توی زندان میمیره مارگارت همیشه میگه اتفاقی رو پشت سر گذاشته که بیشتر شبیه یک فیلم سینمایی میمونه بیشتر سوراله تا اینکه واقعیت داشته باشه بعد از اون شروع میکنه کوهنوردی کردن درسش رو ادامه میده کشورهای مختلفی میره کوهنوردی میکنه و یک طبیعتگرد حرفه میشه خیلی تلاش میکنه که اسم و یاد جوئل رو زنده نگه داره تلاش میکنه که با خانوادهش ارتباط خوبی برقرار بکنه و خلاصه اینکه زندگیش برای همیشه عوض میشه من ندیدم که مارگارت کتابی نوشته باشه اما جالبه بدونید که لحظه ای که رالف داشته آزادش میکرده بهش میگه که به نظر من برو یه کتاب راجبه این اتفاق ها بنویس حالا دوستت کشته شده دیگه این برای تو نعمت و پول میاره فکر نمی کنم کتابی نوشته باشه شاید مقاله ای خاطره ای جایی گفته باشه ولی من چیزی پیدا نکردم این تمام چیزی بود که من راجب اولین قتل اولین قتل ثبت شده توی این جنگل ها پیدا کردم و بعد از اون بارها و بارها قتلهای دیگه ای توی منطقه اتفاق افتاد از جمله قتلی که توی ویدیوی قبلی بهش پرداخته بودیم و کلا گویا جای پرهاشیه ایه. اگر یه روزی فرصت کردم شاید دوباره سراغ یک قتل دیگه توی این منطقه برم. ویدیو امروز تموم شد اگر نظری داشتید در موردش حتما برای ما کامنت کنید اگر ویدیو رو دیدید و دوست داشتید حتما لایکمون کنید و یادتون هم نره که اگر به ماجراهای پیچیده و مرموز علاقه دارید چنل ساعت صفر رو از طریق لینکی که زیر این ویدیو سابسکرایب کنید ممنونم که با ما همراه بودید امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و خدا نگهدار